بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. در مصدر شما هستیم. مشروع خبرهای ساعت 14 رو به اتفاق همکارانم تقدیم میکنیم. در آستانه روز معلم از معلمان برگزیده کشوری با حضور رئیس جمهور تجلیل شد. آقای رئیسی در این مراسم گفت مسئله آموزش و پرورش مسئله اول کشور است. رئیس جمهور بر ضرورت گره‌گشایی ذهنی دانش آموزان با هدف حل مسائل آنان تاکید کرد. روز معلم فرصتی است برای تکریم و تجلیل از این معلمان نمونه که امروز با حضور آقای رئیس جمهور انجام شد. معلمان صادق‌ترین و با اعتمادترین همکاران شما هستند. معلمان صادقانه از دغدغه‌هایشان گفتند. از جناب عالی به عنوان رئیس جمهور دغدغه‌مند در مسائل تربیتی دانش آموزان تقاضا دارم ترتیبی بدهید در پایان دولت شما هیچ مدرسه‌ای خالی از مربی و مشاور نباشد. ما از تلاش‌های شما برای استقرار و اجرای رتبه‌بندی بسیار تشکر می‌کنیم. بدون شک هر تلاشی که شما در آینه تصمیم‌گیری‌هایی انجام داده باشید مورد نقد و دیده شدن قرار خواهد گرفت. و وزیر آموزش پرورش گفت که چه کرده است برای مدرسه قوی. در 2 سال و 6 ماه از دولت گذشته قریب به 7000 مدرسه تکمیل تجهیز و یا ساخته ایم، متوسط روزی 8 مدرسه. در این دولت ایران کارگاه مدرسه سازی شد. پیام آن به همه این است که آینده را داریم می سازیم. ایران قوی، مدرسه قوی، مطالبه رئیس جمهور از وزارت آموزش پرورش است. ایران قوی شکل نمی گیرد مگر با مدرسه قوی، و مدرسه قوی شکل نمی گیرد مگر با معلم قوی. برای تقویت معلمان و برای اینکه معلم قوی بتونه در مدرسه حضور داشته باشه، رهبری فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی فرمودند دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی. بنای دولت بر تقویت دانشگاه فرهنگیانه، هم از جهت دوده بودجه، اعتبار، نیروی انسانی، به ویژه اساتید برجسته که بتونن در این دانشگاه فعال باشن. این کار شروع شده. عدالت آموزشی از اولویت‌های دولت است. حتما عدالت آموزشی بسیار اهمیت داره. پرچم عدالت رو نظام جمهوری اسلامی برداشته و در همه سطوحش باید عدالت اجرا بشه. وزیر محترم، مدیران کل، شما معلم عزیز و گرامی، در این است که همه ما تلاش کنیم در جهتی که مشی ما مشی عادلانه باشد، و این اساس در جمهوری اسلامی است، عادلانه حرکت کردن. قوانین، تصویب قوانین باید و نبایدها عادلانه، اجرا عادلانه، داوری عادلانه، این اون چیزی است که مردم هم میخوان. و در نهایت موضوع شأن معلم. رتبه‌بندی معلمان ظاهرش مسئله یا اون چه که ازش بیشتر تبلیغ شد و بیان شد، در ذهنها مسئله معیشتی معلمان بیشتر مورد توجه قرار گرفت، و حال اینکه این مقدمه اصلی است که او کمتر مورد بحث قرار میگیره، او مسئله شأن و منزلت معلم هستش. علم افزایی معلم هست، کارآمدی بیشتر تعلیم و تربیت. مسئله معیشتی یکی از در واقع ابعاد کف رتبه بندی معلمانه. اون چه که اساس هست مسئله شأن و منزلت و جایگاهی است که ما برای موضوع تعلیم و تربیت و مقام معلم قائلیم، و این جلسه یکی از نمادهای توجه به مقام معلمه.
در یک مدرسه روستایی مشغول به خدمت هستند. تشویق شایسته بکنید خانم انجم روز رو. و در پایان شخصا رئیس جمهور از تعدادی از معلمان نمونه تقدیر به عمل آورد. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. سخنگوی دولت گفته با تصویب و اجرای طرح رتبه بندی معلمان که بیش از یک دهه زمین مانده بود، حدود 900 هزار معلم رتبه بندی شدند. به گفته آقای بهادری جهرومی، علاوه بر این در سال جاری برای جذب 70 هزار معلم دیگر نیز مجوز تامین شده تا با آزمون استخدام شوند. حق ما هم اجرای درست رتبه بندی هست. دیگه کی اجرا میشین؟ رتبه بندی معلمان سالها به یکی از پرتکرارترین موضوعات و مسائل در نظام آموزشی کشور تبدیل شده بود. قرار بود که لایحه رتبه بندی به مجلس بیاد و این انتظار فرهنگیان عزیز برآورده بشه. لایحه آن سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس شد تا معلمان در یکی از رتبه بندی های آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار گیرند. رتبه بندی میکنیم، اونها را در رتبه های پایه تا عالی قرار میدیم. در سال 97 به مرحله عملیاتی و اجرایی برسه. اما برای تصویب و اجرای این طرح بار مالی برای دولت‌ها چالشی بود تا باعث شود حدود 10 سال معلمان بدون تکلیف بمانند. غیر از اون برنامه‌ریزی 25 هزار میلیارد پیشنهاد داد و رئیس محترم مجلس هم همینو به صحن مجلس اعلام کرد. در نهایت در دولت 13 با تامین مالی این طرح و تصمیم جدی برای حل مشکل معلمان، رتبه بندی تصویب شد و مبنای محاسبه آن از 31 شهریور 1400 در دستور کار قرار گرفت. نگرش معلم‌ها رو نسبت به این دوره‌های ضمن خدمت تغییر داده. ارزیابی از ما نمی‌شد که این معلم چقدر تونسته در جهت زن تحول بنیادین تمام ساعت‌های تربیت نیروی انسانی مد نظر رو کسب کنه. شاید قبلا اصلا توی بحث ارزشیابی سالانه اصلا این مهارت‌ها و تسهیلگری که برای نوجوان‌ها توی مدارس داشتیم دیده نمی‌شد. پس از دستور رئیس جمهور هم در اردیبهشت 1402 برای اصلاح نهایی طرح رتبه بندی معلمان، کم و کاستی های این طرح برطرف شد. سامانه برای این موضوع وجود داره، شکایت کردن این دوستان، هم مول اونا رو بررسی میکنیم اگه میخوان اضافه افزایش پیدا کنند، هم مول اونایی که افزایش به نظر داشتن رو بررسی میکنیم. سخنگوی دولت میگوید علاوه بر این اقدام مهم، در سال 1400 و 1401 حدوداً برای جذب 120 هزار معلم مجوزهای لازم تامین شد و برای سال 1403 هم برای جذب آزمونی 70 هزار معلم مجوز تامین شده. هیچ دولتی اون رو اجرا نمیکرد. این دولت پیشگام اجرای رتبه‌بندی معلمان شد. میدونی رتبه‌بندی یعنی چیزی قریب به 900 هزار معلم در طول یک سال رتبه بندی شدن. اون 60 هزار نفر در طول ده ها سال از جذبشون این رتبه بندی ها نسبت به اونها که استادیار هستن، دانشیار هستن، با بررسی مستندشون صورت میگیره. همچنین شرح مختصری از اقدامات دولت در تحول نظام آموزشی از عزم جدی برای ارتقای کیفیت در حوزه آموزش خبر میدهد. اجرای قانون رتبه بندی معلمان بعد از 10 سال، افزایش 20 تا 80 درصدی میانگین حقوق معلمان بر اساس رتبه بندی، افتتاح 7600 واحد آموزشی در دولت 13، صدور مجوز استخدام برای 120 هزار نیروی مورد نیاز در آموزش، صدور مجوز استخدام برای جذب حدود 72 هزار معلم در سال 1403 با آزمون، راه اندازی مجدد تغذیه رایگان پس از وقفه 12 ساله برای 8 میلیون دانش آموز، ساماندهی کنکور سراسری و کاهش اثرات منفی آن بر نظام آموزش عمومی، ایجاد 2000 فضای ورزشی درون مدرسه ای و شناسایی دانش آموزان بازمانده از تحصیل سراسر کشور و جذب بیش از 60 هزار نفر از آنها. مهدی کریمی صبا، خبرگزاری صدا و سیما. دانشجویان و جامعه دانشگاهی سراسر کشور با تجمع در محیط‌های دانشگاهی از جنبش ضد صهیونیستی دانشگاهیان اروپایی و آمریکایی حمایت کردند. آنها جنایت‌های رژیم صهیونیستی و عملکرد آمریکا در برخورد با استادان و دانشجویان آزادی‌خواه حامی غزه را نیز محکوم کردند. تجمع کردیم که نشون بدیم که مدعیان دموکراسی، مدعیان حقوق بشر، اما در عمل دچار تناقض شدند. امروز برای حمایت از دانشجویان آمریکایی که از کودکان فلسطینی حمایت کردند اینجا اومدیم و ازشون حمایت میکنیم. این اتفاقی که افتاد نشانگری بود که اون حقوق بشری که آمریکا ازش دم میزنه و اون آزادی بیانی که ازش صحبت میکنه کاملا پوشه و این تو این قضیه کاملا مشخص شد. اعلام حمایت کنیم از دانشجوهای در واقع آمریکایی که
نزدیک 50 تا دانشگاه اومدن در دفاع از مردم و مظلوم غزه، تجمعات آرام برگزار کردند و دولت خبیث آمریکا به رغم همه شعارهایی که میده مبنی بر در واقع این که ما از تجمعات آرام حمایت میکنیم، مردم حق بیان مطالباتشون دارن، میاد اومده و به خشنترین شکل ممکن با دانشجویانی که مسالمت آمیز و کاملا انسانی و خیلی اخلاقی دارن این کار انجام میدن برخورد سخت و خشن میکنه. کسایی که حرف از آزادی بیان زدن به خودشون و دانشجوی خودشون رحم نکردن و میگن حرفی که فقط ما میزنیم درسته و الان هم دیگه ما جمع شدیم که این اعتراض رو به گوش جهانیان برسونیم. امروز این یک مسئله انسانی شده و یک مسئله وجدانی است که وجدان بشریت رو جریحه‌دار کرده، بلکه در کل دنیا داره این خودشو داره نشون میده و مخصوصا در میان نخبگان و دانشجویان کشورهای اروپایی و آمریکا امروز شاهد هستیم که میبینیم علیه این جنایت‌های اسرائیل به عنوان اینکه بشریت امروز زیر سوال رفته، وجدان بشریت زیر سوال رفته، امروز بیدار شدن. جمع شدیم تا اولا حمایت کنیم از اینکه دانشجوهای آمریکایی از غزه حمایت کردن و اینکه هم محکوم کنیم حمله اسرائیل. بحث مظلومیت مردم فلسطین و غزه است و جای خوشحالیه که خیلی از کشورها دارن اعتراض میکنن. بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 شامل جداول بودجه در نشست علنی مجلس بررسی و بخشهایی از آن تصویب شد. نمایندگان مجلس همچنین ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سگانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را رفع کردند. ابتدا از جدول شما آغاز بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 در مجلس. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال جاری را که به جداول و ردیف‌ها اختصاص دارد آغاز کردند. این جداول انشاءالله کمک می‌کند که ما بتوانیم تکالیفمون رو دقیقاً مطابق با سهم‌بندی هایی که در توزیع اعتبارات و در تجهیز منابع انجام می‌گیرد تا پایان سال تکمیل بکنیم و انجام وظیفه بکنیم. و اما ویژگی‌های جداول بودجه سال 1403. خب توی این جداول به استان‌ها توجه شد، به مناطق محروم توجه شد. یه 75000 میلیارد تومان اوراق مجدداً افزایش داده شده بود که اینو برگردوندیم. ما در رابطه با درآمدهای دولت که 1485 همت بود هیچ گونه اضافه‌ای در مجلس شورای اسلامی بر مالیات ها حتی یک ریال انجام نشد. ما در بودجه درآمدهای استانی دست نزدیم، ما در مصارف استانی هم نه یک ریال استانی رو کم کردیم نه یک ریال استانی رو زیاد کردیم. در این حال نمایندگان نیز دیدگاه های خود را داشتند. پروژه هایی که در شهرستان ها هستن امکان رشد ندارن، امکان تغییر هم اینجا دیده نشده. عمده ردیف ها و جداول در این بخش منطبق بر برنامه هفتم بود. بعضی از مواردی هم که جزئی مغایرت داشت در تلفیق اینا اصلاح شد. در نوبت صبح جلسه علنی امروز مجلس کلیات جدول درآمدهای نفتی و مالیاتی، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، حقوق، مزایا و توزیع اعتبارات در لایحه بودجه سال جاری کل کشور به تصویب رسید. تصویب شد. و اما توضیحات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوق بازنشستگی. بازنشسته های قوه قضاییه اینا به حال به صندوق بازنشستگی کشوری هستند، یعنی از اینجا انفراد پیدا میکنن، اونجا هستند و همیشه حقوقشان از اونجا داده میشه. بخش اول لایحه بودجه سال جاری کل کشور پیش از این به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است. مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم جلسه علنی امروز بررسی جزئیات لایحه بودجه را ادامه خواهد داد. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی. رئیس قوه قضاییه گفت دستگاه قضا به افکار عمومی بی‌توجه نیست اما تا به فضاسازی هم تصمیم نمی‌گیرد. آقای محسنی اژه‌ای در جلسه مسئولان عالی قضایی به مراجع قضایی به ویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور دستور داد قانون را تنها معیار اجرای عدالت قرار دهند. جهر رو داشته باشه این چیزایی که ممکنه جنبه‌های غیر حقوقی و قضایی و حتی حقوق قضاییش بعضی وقتا یه آثار بیرونی داره، آثار بعضا داخلی، آثار بین المللی داره،
اینها را عنایت داشته باشن. اگر از قبل مشخص بشه اونایی که قابل پیش بینیه، اینها را حتما با مرکز رسانه هماهنگ کنن، یه پیوست رسانه‌ای داشته باشه که از احیانا آسیب‌هاش بشه جلوگیری کرد و بهره برداری بیشتری کرد. آقای محسنی اژه‌ای درباره خیزش‌های دانشجویی در آمریکا هم گفت اگر در یک کشور دیگر پلیس و دولت با چنین خشونتی تمام عیار با دانشجویان برخورد می‌کردند، آمریکایی‌ها فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند. فرماندار شهرستان کاشمر گفت مطابق قانون با عاملان ضرب و شتم جوانی که در برابر مزاحمت دو موتور سوار برای سه بانو اقدام به امر معروف و نهی از منکر کرد قطعاً برخورد می شود. آقای شریعت مداری گفت قانون عاملان به معروف و ناهیان از منکر را تحت حمایت قرار داده است. شامگاه جمعه هفتم اردیبهشت ماه در یکی از خیابان‌های کاشمر دو جوان موتور سوار قصد ایجاد مزاحمت برای سه خانم جوان را دارند. یک جوان کاشمری برای دفاع از سه خانم جوان به صورت لسانی وارد عمل می‌شود که متأسفانه از سوی راکبان موتور سوار از ناحیه گردن مورد حمله با سلاح سرد قرار می‌گیرد. تو حالت طبیعی نبودن. بعد نزدیک خانوم ها که شدن به خانومه گفت که تو باید با من حتما بیای. بعد بهش گفتم برو آقا مزاحم ناموس مردم نشو و اینا مثل خواهر خودمونن، مثل ناموس خودمونن و اینا، مزاحمشون نشو. بود که دیگه گلاویز شدیم و اینا چاقو در آورد و زد به گلوی منو. با تلاش‌های کسبه و مردم در همان لحظه اولیه راکبین موتور سوار که قصد فرار داشتند دستگیر و تحویل عوامل انتظامی می‌شوند و این جوان با غیرت هم به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. پرونده خوب سیر مراحل قضایی خودش رو در دستگاه قضایی حتماً طی خواهد کرد و حتماً برخورد مناسب و قاطع و بازدارنده انشالله برای پیشگیری از وقوع این گونه رخدادها و حوادث توسط دستگاه محترم قضایی اجرا خواهد شد. مردم کاشمر هم از اقدام شجاعانه این جوان با غیرت قدردانی کردند. ساعت 7 بود که داخل مغازه بودم، یه درگیری بین این جوان ها ایجاد شد که همسایه‌مون هم هستن و مزاحمت ایجاد کرده بودن برای دو تا دختری که رهگذر بودن و ما باید حمایت کنیم، چون اگه ما حمایت نکنیم ایجاد ناامنی میشه در شهر. خیلی کار خوب بود که امر به معروف کردین، اگر نوعی خیمان مهم خودم رو و هم مردم رو تشویق به امر به معروف میکنم تا این کار رو انجام بدن. ستاد امر به معروف و نهی از منکر برابر ماده 9 قانون حمایت از امران معروف و نهیان از منکر سریعا وارد عمل شده، اقدامات مقدماتی انجام شد و حمایت از این جوان رو در دستور کار خودمون قرار داد. جشنواره فرهنگی هنری روز ملی خلیج فارس در برج آزادی تهران برگزار شد. در این رویداد هنری که جمعی از هنرمندان و وزیر فرهنگ به ارشاد اسلامی حضور داشتند، قطعه ای ایران اجرا شد. خلیج فارس خانه ماست به شهادت هزاران سند و نقشه جغرافیایی و تاریخی معتبر. در منابع یونانی رومی از این آبراه استراتژیک به نام سینوس پرسیکوس پرسیکوم ماره یاد میشه. در قرون اولیه اسلامی باز منابع مکتوب، اسناد و نقشه هایی که برای ما و در اختیار ما قرار گرفته تحت عنوان البحر الفارسی، خلیج الفارسی و دریای پارس از دوره صفویه، افشاری زندیه، مخصوصا قاجار. بر سنگ قبر سربازان تروریست سندکام هم نام خلیج فارس سنگینی می کند. از کرانه اروند تا کناری دریای عمان بیش از 1800 کیلومتر مرز دریای ایران با خلیج فارس است. خلیج فارس شاهراه حیاتی جهان در منطقه غرب آسیا، میراث ماندگار ایرانیان است که همواره چشم طمع بسیاری به سوی آن دوخته شده. در خلیج فارس مقاومت صورت گرفت و الان داره صورت میگیره که جایی هست که به ناحق
در واقع فرامنطقه‌ای ها در این منطقه حضور دارند و اینجا محل و محل مقاومت در مقابل استکبار جهانی است. شهدای زیادی را ما تقدیم کردیم، شهید مهدوی و یارانش. من همیشه اینجا آمادم که دشمن هیچ وقت نگاه چپ به این آبهای نیلگون خلیج فارس نیندازد. افتخار اینو دارم که در جزیره اقتدار فارسی امنیت منطقه رو تأمین کنیم. آرامش امروز خلیج فارس حاصل مجاهدت رزمندگانی چون نادر مهدوی و همرزمانش است که از جان گذشتند اما از این آب و خاک نه. رضوی خبرگزاری صدا و سیما بوشهر. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دانش فنی تبدیل پسماندهای پلاستیکی غیرقابل بازیافت به سوخت جامد را بومی کنند. این سوخت غیر آلاینده است و می تواند جایگزین مازوت شود. معضل همیشگی پلاستیک های غیرقابل بازیافت که هم چهره طبیعت را زشت می کند و هم تهدیدی است برای طبیعت و حیوانات، معضلی که بحران جهانی شده است و حالا شرکتی دانش‌بنیان با تبدیل این پسماندهای پلاستیکی غیرقابل بازیافت به سوخت جامد به کمک رفع این معضل آمده است. این تکنولوژی به این صورت است که ضایعات پلاستیکی بدون نیاز به تفکیک و سرد شدن به صورت یکجا و همزمان به غیر از پلاستیکایی که بازیافت میشن رو ما وارد این سیستم میکنیم و یک فرایند شیمیایی و دستگاهی که 0 تا 100 این فرایند توسط خودم طراحی شده و آنتی پلیمر این فرایند توسط خودم سنتز شده، تمامی پلاستیک‌های بازیافتی رو پیوندهای پلیمری اونها رو شکسته و پلاستیک‌ها رو که به صورت ماده نفتی ناپایدار حرارتی هستن رو تبدیل به یک ماده پایدار حرارتی کنیم. در فرایند تبدیل این پسماندها به سوخت جامد نه آب قابل توجهی مصرف و نه آلایندگی ایجاد می شود. در این سیستم مصرف آب بسیار پایینی داریم و آبی که مصرف می کنیم مجدد برمیگرده به سیستم و فقط جهت خنک سازی فرایند شیمیاییمون هست. لذا ما در این سیستم هیچ گونه آلایندگی زیست محیطی نداریم. پلاستیک‌ها مستقیما تبدیل به سوخت میشن. این سوخت جامد مصارف متنوعی هم دارد. از مصارف خانگی برای کشورهای فاقد نفت و گاز، در کوره‌های حرارتی، در نیروگاه‌ها. قابلیت اشتعال بالا دیگر مزیت این سوخت جامد است. ارزش حرارتیش میتونم بگم که 2 تا 3 برابر زغال سنگ و مازوت هست. ایده اولیه این فناوری 17 سال پیش کلید خورد و محصول نهایی آن تاییدیه جهانی را هم به همراه داشته است. در سال 2019 بنده موفق شدم در کشور آمریکا این تکنولوژی رو به سمت جهانی برسونم و بالاترین امتیاز علمی رو از دولت آمریکا دریافت کنم و افتخار این تکنولوژی به نام کشور عزیزم ایران باشه. این فناوری تحسین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو هم در پی داشته است. ما از جنبه محیط زیستی به این بحث نگاه میکنیم، از جنبه اقتصادی نگاه میکنیم، هر چی نگاه میکنیم میبینیم دستاورده. به گفته مسئولان این شرکت دانش بنیان، سوخت های جامدی که از این دستگاه خارج میشه قابلیت اشتعال چندین برابری سوخت های سنگین رو داره. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما. امروز در مرکز مبادله و طلای ایران اسکناس دلار با قیمت 44314 تومان و اسکناس درهم با قیمت 12066 تومان به فروش رسید. اجازه بدید برای با خبر شدن از آمار تفکیکی ارزی ارز در این مرکز گفتگو کنم با معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران. آقای طرزعلی، من خدمت شما عرض سلام دارم. بفرمایید که امروز در مرکز مبادله چه ارزهایی و در چه سرفصل‌هایی به فروش رسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. آخرین وضعیت نرخ ارز و تأمین ارز در بخش صنایع رو به استحضارتون میرسونم. امروز دوشنبه 10 اردیبهشت نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تالار اسکناس دلار 44314 تومان، یورو 47423 تومان و درهم 12066 تومان مورد معامله قرار گرفت. همچنین در بخش تالار حواله دلار 41376 تومان و یورو 44279 تومان و درهم 11266 تومان مورد معامله
قرار گرفت. میزان تأمین ارز صنایع در بخش نیمایی و واردات در مقابل صادرات از ابتدای سال تا کنون 3 میلیارد و 297 میلیون دلار پرداخت شده که بیشترین سهم مربوط به صنایع حمل و نقل و خودرو 737 میلیون دلار و صنایع معدنی 364 میلیون دلار تخصیص پیدا کرد. در ارتباط با حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، طی 21 جلسه 2.9 تن مورد معامله قرار گرفت که در جلسه 21 180 کیلوگرم طلا با قیمت متوسط هر کیلوگرم 4 میلیارد و 385 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت و حراج بعدی در تاریخ 11 دو 1403 برگزار خواهد شد. با تشکر از وقتی که به مرکز مبادله اختصاص دادید. شما آقای طرزعلی، معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، با شما خداحافظی میکنم. 3 روز مانده به آغاز تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس، ضبط مناظره های نامزدهای راه یافته به این دور ادامه دارد. رسانه ملی به منظور برقراری عدالت انتخاباتی و شناخت هرچه بیشتر مردم از برنامه های نامزدهای انتخابات، همانند دور اول انتخابات در مرحله دوم هم فرصت تبلیغاتی برابر را برای همه نامزدها فراهم کرده است. انتخابات دور دوم مجلس 21 اردیبهشت در 22 حوزه انتخابیه برای کسب 45 کرسی باقی مانده مجلس برگزار می شود. با نزدیک شدن به دور دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی، ضبط مناظره های تلویزیونی هم در صدا و سیمای مستان اصفهان آغاز شد. 3 2 1. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. در این دوره هم برای هر حوزه انتخابی 3 مناظره 60 دقیقه‌ای تلویزیونی ضبط بشه که همین مناظره ها از رادیو هم پخش خواهد شد. برای هر کدام از نامزدهای محترم هم 1 برنامه تبلیغاتی 20 دقیقه‌ای توسط صدا و سیما ضبط میشه که این هم دو نوبت در سیما و دو نوبت در صدا در ایام قانونی تبلیغات پخش خواهد شد. سوالات هم تلفیقی است از سوالات شهرستانی، حوزه انتخابیه، استانی و مسائل کلان کشور که طراحی شده و به صورت یکسان از همه نامزدهای محترم سوال میشه. از طرف دفتر نظارت استان مأمور شدیم که در جلسه حضور داشته باشیم و بر روند ضبط برنامه نظارت داشته باشیم. اینجا هم استدیو ضبط برنامه مناظره های تلویزیونی است که همه عوامل توان خود را به کار گرفتند تا فرصت تبلیغاتی برابر برای نامزدهای راه یافته به دور دوم فراهم شود. خود 100 نفر از نیروهای سازمان مشغول این امر هستن. دقت خیلی باید داشته باشیم که بالاخره حقی از کسی ضایع نشه. سخته؟ برای ما نه، ولی برای کاندیداها که بعد آماده شن و صحبت کنن قطعا سخت تره. سوال 3 بخش هست. هر بخشی 5 تا سوال از هر نامزدی پرسیده میشه. هر کدوم 4 دقیقه و دو طرف به سوال مشترک پاسخ میده. در دور اول انتخابات صدا و سیمای اصفهان شرایطی را فراهم کرد که برنامه تبلیغاتی و مناظره های نامزدها از 15 شبکه شهرستانی پخش میشد. در دوره اول حدود 60 برنامه ضبط شد. حدود 6200 دقیقه برنامه بود که از نامزدهای محترم ضبط شد. در دوره دوم ما شبکه‌های تلویزیونی محلی را نداریم و طبق قرار از شبکه استانی رادیو و تلویزیون پخش میشه. برنامه‌های تلویزیونی نامزدهای راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه سمیرون و لجان از 13 اردیبهشت به مدت 1 هفته از سیمای اصفهان پخش می شود. سید داوود موسوی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان. با توجه به همزمانی آزمون تخصصی حفظ قرآن و استخدامی آموزش و پرورش، داوطلبان باید 1 آزمون را برای امتحان انتخاب کنند. این 2 آزمون به صورت همزمان جمعه 14 اردیبهشت برگزار می شود. تغییر روز برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش مشکلاتی را برای برخی از داوطلبان به وجود آورده.
آزمونی که با تغییر روز برگزاری آن مشکلاتی را برای برخی از داوطلبان استخدامی ایجاد کرده است. سال گذشته تصمیم گرفتم در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ثبت نام کنم. برای مدرک تخصصی حافظان قرآن هم تصمیم گرفتم ثبت نام کنم و ثبت نام کردم. آموزش و پرورش تاریخ رو تعویض کرد و اون رو به 14 اردیبهشت موکول کرد. یعنی من همزمان 14 اردیبهشت هم آزمون استخدامی آموزش و پرورش رو باید انجام میدادم و همین که آزمون تخصصی حفظ قرآن در یک ساعت در یک روز 14 اردیبهشت. نباید ما نسبت به این موضوع بی اهمیت باشیم، چون مردم از ابتدای سال هدف گذاری کردن برای این موضوع و قطعا براشون این مسئله بسیار مهم بوده. این وصف حال داوطلبانی است که قرار بود در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در فروردین ماه شرکت کنند. با توجه به اینکه آزمون استخدامی که در آموزش و پرورش انجام میشه، آزمون توسط آموزش و پرورش طراحی شده، توسط سازمان استخدامی کشور زمان بندی شده و تایید شده و ابلاغ شده، لذا در تعیین زمان آزمون با اینکه ما خیلی پیگیری کردیم، ولی در تعیین زمان آزمون آموزش و پرورش دخالتی نداره. روزی که 14 اردیبهشت رو تعیین می‌کردیم، رصد کردیم، دیدیم 14 اردیبهشت خبر ملی کشوری نداره. بنابراین بر اساس این ثبت نام کردیم. از 2 اسفند تقریبا اواخر اسفند بود که اطلاعیه دادن و آزمون رو از 3 فروردین آوردن به 14 اردیبهشت و ما تا اون تاریخ بیش از 10,000 ثبت نام داشتیم. ما به دوستان پیشنهاد دادیم که زمانشون رو، زمان آزمون حفظ رو بعد از ظهر منظور کنن که اونایی که مشترک هستن که تعدادش نباید زیاد باشه بتونن شرکت کنن در آزمون. ما 85 حوزه برگزاری آزمون داریم. خیلی از شهرستان‌ها حوزه نداریم چون تعداد کمه، افراد باید سفر بکنن. خانم‌ها هستن، کودکان هستن، برگشتشون به شب می‌خوره از اون طرف. در این میان داوطلبانی که بعد از گذشت 1 سال خود را برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش و آزمون تخصصی حفظ قرآن کریم آماده کردند، تنها یک درخواست دارند. اگه امکانش هست یه برنامه‌ریزی بشه، من دوباره بتونم آزمون تخصصی رو در یک روز دیگه امتحان بدم. الان از مسئولان تقاضا داریم که حتما پیگیری کنن. ما هم برای آزمون خوندیم، هم برای قرآنمون تلاش کردیم، هم از وقت خودمون خانواده‌هامون زدیم. تکلیف افرادی که توی هر دو تا آزمون شرکت کردن چی میشه؟ من متوجه نشم دوستان زمانش عوض کردن یا نه. دیگه اگر اینجوریه باید یکش انتخاب کنم. محمد الماسی، خبرگزاری صدا و سیما. کتاب ترگل با موضوع فرهنگی پوشیدگی به چاپ 90 رسید. این کتاب پرتیتراژ ترین کتاب سالهای اخیر درباره پوشیدگی و حجاب است که با دلایل عقلانی و روانشناسی به این موضوع پرداخته و مورد توجه جوانان قرار گرفته. من استدلال میکنم که حجاب این است، چنین است، چنین آثاری، پیامدهایی، دستاوردهایی داره در فرهنگ دینی با نگاه عقلی، با نگاه عقلای عالم. من صحبت میکنم، او اختیار داره، او اراده داره. قرآن کریم واژه دعوت داره، یدعون الی الخیر داره، ادعو الی سبیل ربک داره. توجه ادیان و اقوام مختلف نظیر مادها، هخامنشیان و اشکانیان به پوشش، آن هم در دوره‌های مختلف تاریخ، دلیلی مهم بر فطری بودن آن است. ترگل کتابی که با دلایل عقلانی و روانشناسی به مسئله پوشیدگی پرداخته و مورد توجه جوانان قرار گرفته. خود خداوند هم توی قرآن وقتی میخوان از پوشیدگی و حجاب صحبت کنن با دلیل عقلی صحبت میکنن. ما تلاش کردیم بیان این کتاب بیان روانی باشه، بیان جوان پسندی باشه. این کتاب میاد خیلی ریز و مشکافانه پاسخ منطقی میده به بعضی از سوالات ما در مورد حجاب و پوشش. این کتاب با مقدمه ای از آیت الله سید ابوالحسن مهدوی عضو خبرگان رهبری و به کوشش عماد دولت آبادی جمع‌آوری شده. باید مقید باشیم فرهنگ حیانیت که یادگار تمدن چند هزار ساله ایرانی حفظ شود. با استقبال خوب مخاطبان اینک ترگل به چاپ 90 رسیده. 5 سال پیش منتشر شد و به لطف خدا از همون 5 سال پیش تبدیل شد به پرتیراژ ترین کتاب حجاب کشور. امروز هزاران شبکه و صفحه ماهواره‌ای و اینترنتی در حال حمله به فرهنگ پوشیدگی و تبلیغ فرهنگ برهنگی هستند. یادمون نره اسلام با حضور زن در اجتماع البته با رعایت حدود عقلی و شرعی کاملا موافقه. ناشر و نویسنده ارتباطشان را با مخاطب قطع نکردند و نظرات آنها را مورد بررسی قرار میدهند. خوانندگان بعد از مطالعه کتاب با ما ارتباط دارن، نظراتشون رو میگن، حتی چندین مرحله با توجه به نظرات خوانندگان کتاب اصلاح شده. خانواده خوب خانواده ایست که همسران در آن قانون توجه باشند و هیچ یک از دو طرف به چیزی جز آن نیندیشند. این
کتاب در انتشارات اطلاع وطن چاپ و پویش سوم کتابخانی آن از 21 اردیبهشت ماه به مدت 10 روز برگزار می شود. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.